مینسک پایتخت بلاروس. هزاران نفر برای شرکت در جشن یکصدمین سالگرد استقلال این کشور به مرکز شهر آمدند. بلاروس استقلال خود را در 25 مارس سال 1918 با تشکیل جمهوری خلق بلاروس اعلام کرد. جمهوری که عمر کوتاهی داشت و با اشغال ارتش سرخ پایان یافت. امسال اولین بار است که دولت الکساندر لوکاشنکو این روز را به رسمیت می‌شناسد. روز ملی رسمی در بلاروس 3 ژوئیه روز رهایی مینسک از نیروهای نازی جشن گرفته می شود. اما از نظر بسیاری از شهروندان 25 مارس روز آزادی و نماد هویت واقعی بلاروسی است. درست مثل پرچم سرخ و سفید سابق که امروز مردم آن را روی چهره هایشان نقاشی می کنند. امیدوارم این جشن آغاز دوباره آزادی ما باشد. چون بلاروسی ها در بلاروس آزاد نیستند. هزاران نفر از مردم برای شرکت در این جشن به اینجا آمدند. اما برای کسانی که در گوشه دیگر شهر قصد به راه اندازی تظاهرات دارند، اوضاع بر وفق مراد نیست. یک ساعت قبل از شروع جشن ها، تظاهراتی که از سوی دولت ممنوع اعلام شده بود، به سرعت پایان یافت. ده‌ها مخالف رژیم در بخش دیگر شهر جمع شدند تا با سر دادن شعارهای سیاسی به محل جشن بروند. کسانی که می‌خواستند قبل از جشن تظاهرات برگزار کنند دستگیر شدند. این افراد شعار آزادی و زنده باد بلاروس سر می‌دهند. امروز روز جشن است. چرا مردم را روز جشن بازداشت می‌کنند؟ یک دیکتاتور واقعی بر ما حکومت می‌کند. آزادی بیان وجود ندارد و شغل و کار هم نیست. ریشه این نارضایتی‌ها چیست؟ میکولای استاتکوویچ، یکی از رهبران مشهور اپوزیسیون رژیم و نامزد سابق ریاست جمهوری که به مدت 4 در حبس بود، جواب این سوال را می‌داند. او و همسرش مارینا را چند روز قبل از 25 مارس ملاقات کردیم. آنها از ترس دستگیری احتمالی از خانه خارج نشدند. استاتکوویچ و همسرش به طور مدام تحت کنترل هستند. در خانه آنها رادیو همیشه روشن است. اینجا دستگاه شنود هست. سر و صدا می کنیم تا صدایمان را کمتر بشنوند. استاتکوویچ در جریان اعتراضات گسترده به انتخاب مجدد لوکاشنکو در سال 2010 میلادی بازداشت شد. او مدتی قبل از انتخابات سال 2015 به همراه چند زندانی سیاسی دیگر آزاد شد. آزادی که منجر به لغو بخش زیادی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بلاروس شد. البته دولت بلاروس به سرکوب مردم ادامه می‌دهد. استاتکوویچ می‌گوید که در مجموع 8 سال زندگیش را در زندان سپری کرده. بلاروس یک کشور آزاد نیست. مردم هیچ نقش و تأثیری بر دولت ندارند. اینجا زندانی سیاسی داریم که در زندان شکنجه می شود. نفس کشیدن در این فضای خفقان امکان ندارد. ترس همیشه حاکم است. اگر کسی درباره آزادی حرف نزند و برای آن مبارزه نکند، مردم کم کم فراموش می کنند که آزادی وجود دارد. از همپاشیدگی جامعه بهترین فرصت برای حمله خارجی است. در حال حاضر لوکاشنکو از حمایت پوتین برخوردار است. محبوبیت پوتین در بلاروس از خود لوکاشنکو هم بیشتر است. این هم باعث می شود الحاق بالقوه بلاروس به روسیه برای پوتین هم جذاب باشد و هم ساده. ما می خواهیم کشوری عادی داشته باشیم. به همین دلیل هم برای اعتراض به خیابان ها می آییم. گفتگوی ما با استاتکوویچ به خاطر زنگ تلفن نیمه تمام ماند. به نظر می رسد چند نفر از دوستان او دستگیر شدند. باز هم تلفن زنگ زد. 3 از مخالفان رژیم را دستگیر کردند. بله، ما خانه هستیم. سعی می کنیم. خبرنگار یورو نیوز اینجاست. به نظرم کاری نخواهند کرد.
استادکوویچ 4 روز بعد از این دیدار مقابل در خانه‌اش در حالی که قصد داشت در تظاهرات روز 25 مارس شرکت کند بازداشت شد. زنده باد بلاروس. اکثر کسانی که مثل او روز 25 مارس دستگیر شدند همان شب آزاد شدند. ضرب و شتم و سرکوب معترضان سال گذشته و هنگام وضع مالیات برای بیکاران شدیدتر بود. این قانون هزاران شهروند را طی چندین هفته برای اعتراض به خیابان‌ها کشاند. طبق این قانون که به مالیات برای انگل‌ها یا سربارهای جامعه معروف بود، کسانی که کمتر از 6 ماه در سال کار می‌کردند باید مالیات می‌پرداختند. شهروند عادی، فعال اجتماعی، خبرنگار، صدها نفر در جریان این اعتراضات دستگیر شدند. البته دولت این قانون را اوایل سال جاری میلادی حذف کرد. با نمایندگان تنها اتحادیه کارگری مستقل در بلاروس ملاقات می‌کنیم. این اتحادیه از کارگرانی که شرایط سختی دارند حمایت می‌کند و به آنها مشاوره حقوقی می‌دهد. پرداخت عوارض معروف به مالیات برای سربارهای جامعه ولادیمیر و دیمیتری را به فعال سیاسی و اجتماعی تبدیل کرده است. ولادیمیر در سال 2017 برای اولین بار در زندگیش در تظاهرات شرکت کرده بود. من را دستگیر کردند و به داخل یک سلول تاریک و بدون تهویه انداختند. بدون هیچ توضیحی و بدون وکیل. حتی حق نداشتم به اعضای خانواده هم اطلاع بدهم. مجبورم کردند 350 یورو جریمه بدهم که با توجه به وضعیت مالیم رقم بالایی بود. یک برجسب مخالف هم به من زدند که پیدا کردن کار را برایم سخت‌تر کرد. از زمان وضع این قانون مالیاتی به سیاست‌های جدید دولت بیشتر توجه می‌کنم برای اینکه بدانم چگونه باید از خودم محافظت کنم، قوانین را مطالعه می‌کنم. ولادیمیر و دیمیتری مثل خیلی دیگر از شهروندان بلاروس برای امرار معاش خارج از کشور زندگی می‌کنند. بحران اقتصادی در کشور کاهش درآمد و افزایش نرخ بیکاری را به دنبال داشته. احتمال تصویب قانون جدید دیگری باعث ایجاد نگرانی شده. طبق این قانون بیکارها مجبور می‌شوند حق بیمه و تمام کسورات را بپردازند. وقتی مردم از نظر مالی مشکل نداشته باشند، فکرشان بهتر و آزادانه‌تر کار می‌کند. این باب میل رژیم اقتدارگرا نیست، چون نمی‌خواهد مردم فکر کنند. مردمی که در فقر به سر می‌برند نمی‌توانند درباره چیزهای مهم‌تر فکر کنند. طعم نان دارند و فقط باید فکر زنده ماندن باشند. تفاوت بین دموکراسی و رژیم استبدادی همین است. این وضعیت باعث نگرانی اتحادیه شده. دفتر مرکزی آنها پلمب شده و صدها نفر از اعضای اتحادیه نیز تحت نظر هستند. دیمیتری چند روز بعد از ملاقات با ما در تجمع غیرقانونی دستگیر شد. وجود ساختمان کاگبه، اداره اطلاعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروی در بلاروس تحت همین نام حاکی از این است که فضا برای اعتراضات محدود است. آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در بلاروس تحت کنترل شدید است. اما به نظر می رسد که رژیم الکساندر لوکاشنکو قصد دارد از شدت فشارها کم کند. از زمان الحاق کریمه به روسیه، کشوری که بلاروس به لحاظ اقتصادی به شدت به آن وابسته است، مینسک سعی می کند به اتحادیه اروپا نزدیک شود. البته دولت باید وضعیت آزادی و حقوق بشر را بهبود بخشد. وزیر خارجه بلاروس از تغییراتی صحبت می کند که به زودی رو خواهد داد. نمی توان یک شبه از یک کشور کمونیستی به یک دولت دموکراتیک اروپایی رسید. به این معنا نیست که نمی خواهیم یاد بگیریم. اما باید شرایط را در یک زمینه کلی تر بررسی کنیم. امروز به فکر تغییرات احتمالی در قانون اساسی کشور نیز هستیم. وضعیت در بلاروس و در کشورهای اطراف تغییر کرده است. به عنوان مثال در مورد مسائل امنیتی و بحران اوکراین. به همین دلیل هم مقامات کشور می‌خواهند محتاطانه پیش بروند تا ثبات جامعه برهم نخورد. جوانان کشور اما از این رویه محتاطانه دولت خسته شدند.
کسنیا را در متروی مینسک در پایتخت ملاقات می‌کنیم. او برای تامین هزینه‌ها و امرار معاش مرتب به اینجا می‌آید. این زن جوان در شهر کوچکی در 100 کیلومتری پایتخت معلم است. حقوق او 200 یورو در ماه است. پولی که فقط جوابگوی نیازهای اولیه اوست. برای هیزم باید نصف حقوقم را بدهم. کسنیا مجبور است هر هفته 3 روزنامه رسمی را بخرد. روزنامه هایی که از نظر او تبلیغات چیه رژیم هستند. همه معلم ها باید این را داشته باشند. چرا؟ درباره چه هستند؟ درباره سیاست، درباره دولت، قانون، درباره همه چیز نمیدانم. من واقعا آنها را نمیخوانم. به درد سوزاندن در بخاری میخورد. به اعتقاد کسیانا، فشارهای ایدئولوژیک موجود در مدارس سخت‌تر از همه چیز است. میدانید هر کس از چیزی میترسد. معلم از مدیر میترسد و مدیر از مافوقش. این فضا آزادی نیست. شاید برای فرد مسنی که در اتحاد جماهیر شوروی زندگی میکرده این وضع خیلی هم خوب باشد. نمیدانم. اما برای جوانان مثل مرگ میماند. نه پیشرفتی در آن هست، نه استقلال و نه آینده‌ای. و همه جا پر است از پلیس. سومیلی را در شهر کوچک دیگری می‌بینیم. او خواننده رپ است. سومیلی توانسته با پولی که با کار در خارج از کشور به دست آورده این خانه را بخرد. او در اینجا یک استودیو برای ضبط موسیقی هم دارد. سومیلی یکی از کسانی است که سال گذشته نامه معروف به نامه خوشبختی را دریافت کرده. نامه‌ای که در آن از او خواسته شده به دلیل اینکه سربار جامعه است مالیات بدهد. این نامه برای کسانی فرستاده می‌شود که بیکار هستند. آهنگساز جوان پس از دریافت این احضاریه نماهنگ جدیدی ساخته که در آن نامه‌های اداره مالیات را می‌سوزاند. اینجا در این دهکده احساس آزادی بیشتری دارم. در حال حاضر مشکلی با دولت ندارم. هر چرا بخواهم و هر چرا فکر کنم به زبان می آورم. مشکلی ندارم. شاید چون هنوز من را پیدا نکردند. میراث به جا مانده از شوروی و آتش برای مدرنیته جوانان بلاروس را دوپاره کرده. اینجا همایش سالانه جوانان جمهوری خواه بلاروس است. بزرگترین سازمان جوانان در کشور. پیشینه این سازمان به سازمان کمسومول، سازمان جوانان حزب کمونیست شوروی باز می‌گردد. آرتسیوم مسئول تشکیلات نظم و امنیت این سازمان در مینسک است. او گاهی با پلیس هم همکاری می‌کند. یگور 21 ساله در کنار او رئیس شاخه جوانان شورای نمایندگان شهر مینسک است. تعهد این جوانان به میهن و به دولت خلل ناپذیر است.
عشق به میهن، وطن پرستی، احساسات میهن پرستانه مهمترین ارزش های من در زندگی است. ما از دوران کودکی در مدرسه این ارزش ها را یاد میگیریم. چیزهایی که در کشور ما اهمیت داشتن هنوز هم مهم هستند. چیزهایی مثل احترام به مردم، توجه ویژه به تک تک شهروندان، به همه شهرها، روستاها و جاده‌هایش. به هنگام ورود به بلاروس با کشوری تمیز روبرو می شوید که از تک تک شهروندانش مراقبت می کند. به همین دلیل هم احساس میکنیم ثبات وجود دارد و همه چیز شفاف است. پاول بلاووس به دنبال ترویج شکل دیگری از هویت ملی است. او این مغازه را 3 سال پیش باز کرده. اینجا همه چیز به رنگ پرچم سابق بلاروس است. ما در اینجا همه جور بازی های بلاروسی داریم، کتاب های ادبیات بلاروس برای کودکان و بزرگسالان، از جمله کتاب های الکسیویچ، نویسنده اهل بلاروس و برنده جایزه نوبل ادبیات. یادگاری، کادو، موسیقی، هر چیزی که نماینده بلاروس باشد همانطور که هست و باید باشد. وجود همین مغازه نشان می‌دهد که رژیم بلاروس بعضی از آزادی‌ها را به مردم داده، اما این آزادی‌ها هنوز خیلی محدود هستند. درست است که تغییرات مثبتی رخ داده و کسی فروشگاه ما را نمی‌بندد، اما اگر با پرچم سفید و قرمز بیرون بروم پلیس به سراغم می‌آید و قطعاً با مشکل برخورد خواهم کرد. قدرت دو دست دارد. یک دست نوازش می‌کند و دست دیگر می‌زند. یک دست اجازه می‌دهد و دست دیگر منع می‌کند. ما میان این دو دست قرار داریم. تلاش می‌کنیم گیر هیچ کدام از این دو دست نیفتیم. پاول یکی از برگزار کنندگان اصلی جشن 25 مارس هم هست. روی این بنر نوشته شده زنده باد بلاروس. آن را اینجا می‌گذاریم. حلقه محاصره پلیس را می‌بینیم و پلیس افرادی را دستگیر می‌کند. اما اگر به اینجا آمده ایم به این دلیل نیست که مجوز داشتیم، به این خاطر است که مردم می‌خواستند به اینجا بیایند. مردم می‌خواستند این رویداد برگزار شود. اما چهره واقعیت به سرعت نمایان می‌شود. خبردار می‌شویم که پلیس پس از اجرای این کنسرت 10 نفر از کسانی را که با پرچم‌هایشان در خیابان‌ها مانده بودند دستگیر می‌کند. شروع شوق پاول اما به مدت چند ساعت به بقیه هم سرایت کرده بود. ما امروز ثابت کردیم که هیچ کس نباید از ما بترسد و ما هم از هیچ چیز نمی ترسیم. ما با هم یک ملت هستیم. با هم می سازیم و با هم زندگی می کنیم. با هم در این سرزمین زندگی خواهیم کرد. به زبان بلاروسی صحبت خواهیم کرد. پرچم سرخ و سفید پرچم ما خواهد بود.